سلام، من جمال سامری هستم، مدرس پیانو در سایت پیانو کاغذی. امروز میخوام صفحات 8 و 9 از کتاب مایکل آرون رو به شما آموزش بدم، همچنین اجرای گام دو ماژور در دو اکتاو. توی این جلسه من به شما نحوه نواختن گام دو ماژور در دو اکتاو رو آموزش خواهم. حواستون باشه ما وقتی در یک اکتاو هر گامی رو می نوازیم، ما انگشتمون فقط از زیر انگشت شستمون فقط از زیر انگشت سوم حرکت می کرد، یا در گام هایی که بمولدار هستم مثل گام فا ماژور، انگشت من فقط از زیر انگشت چهارم حرکت می کرد. اما الان لازم هستش که مثلا در گام دو ماژور یه بار شست من از زیر انگشت سوم حرکت بکنه، یا میتونم بگم از کنار انگشت سوم حرکت بکنه، چون بعضی در واقع مدرس ها میگن از شستتون از زیر حرکت بکنه، بعضی میگن از کنار بیاد. خیلی تفاوتی نمیکنه، چون فرم دست شما تاثیر داره در اینکه شست من از کنار بیاد یا از زیر حرکت بکنه، خیلی بستگی به فرم دست داره. خب و حالا بقیهش رو بگم، و یه جا لازمه که شست من از زیر انگشت چهارم حرکت بکنه. ببینید چه اتفاقی میفته. توی دست راست میزنم دو ره می، شست بیاره روی فا. تا اینجا شبیه مایکل آرون جلد اول بود، گام دو ماژور. ولی اینجا میخوام ادامه بدم، نمیخوام تمامش کنم، پس من باید دوباره شستم رو از زیر انگشت چهارمم حرکت بدم و بیام بذارم روی نوت دو. دوباره فرم دستم شد اولین پوزیسیونی که توی گام دو ماژور دارم. ادامه میدم، دو ره می، دوباره شست از زیر انگشت سوم و انگشت پنجم روی نوت دو قرار میگیره و برمیگردم پایین. باز تا اینجا شبیه مایکل آرون جلد اول بود، اما میخوام ادامه بدم، پس حالا انگشت چهارمم رو میارم روی نوت سی لا سول فا و حالا انگشت سوم روی نوت می. دو ره می فا سول لا سی، دو ره می فا سول لا سی، دو سی لا سول فا می ره دو، سی لا سول فا می ره دو. شست من باید یه بار روی نوت دو باشه، یه بار روی فا، یه بار روی دو، یه بار روی فا. در گام دو ماژور به این شکل میشه. دیگه الان من میتونم حتی بیشتر از دو اکتاو رو بنوازم. به این شکل میشه دو ره می شست سولا سی شست، ره می فا سولا سی، دو ره می فا سولا سی. الان من سه اکتاو زدم و توی دست چپ هم به همین ترتیب. تا اینجا شبیه مایکل آرون جلد اول و ادامه اگر بدم میشه جلد دوم، ره می فا سول لا سی دو. برگردم برم پایین، شستم بره روی سول فا می ره، انگشتمو اینجا تموم نمی کنم چون میخوام ادامه بدم، شستم از زیر انگشت چهارم میاد روی نوت دو. شست توی دست چپ، شست من روی نوتهای سول و دو میفته، توی دست راست روی نوتهای دو و ف. خب میریم صفحه 61 که کتاب مایکل آرون، و اونجا گام دو ماژور در دو اکتاو رو میبینیم، همچنین اجرای آکورد دو ماژور در حالت پایگی معکوس اول و معکوس دوم. خب با مترونوم اجراش میکنم. اول یه دستی تمرین کنی، هر وقت خوب مسلط شدین دو دستی اجراش بکنی. مثلا الان من مسلط شدم، دو دستی میزنم، دو ره می شست سو لا سی شست، ره می فا سول لا سی دو. برگردین پایین، لا شست دست چپ، انگشت سوم دست راست، هر دو دست نوت شست، لا سول فا می ره دو.
آکورد دو ماژور، سه چهار، معکوس اول آکورد دو ماژور و معکوس دوم آکورد دو ماژور. خب و حالا در هر ضربه مترونوم دو نوت رو اجرا میکنم، میشه چی؟ تمرین اضافه تر بهتون میدم برای شما که اگر پیشرفته تر هستید بتونید انجام بدید. به این شکل هست که من در حالت نوت چنگ که الان یاد گرفتم در دو اکتاو اجرا میکنم، یعنی دست راستم از اینجا میاد تا اینجا، بعد در حالت تریوله در سه اکتاو اجرا میکنم و در حالت دولا چنگ تا اینجا اجرا میکنم. اگر سطحتون در حد مایکل آرون جلد دوم هست، شما فقط چنگ اجرا میکنید و دو اکتاو. اگر سطحتون پیشرفته تر هست، به این شکل که میگم. سرعت رو میبرم بالاتر برای اینکه مثلا میذارم روی نوت 100. اول نوت سیاه یک اکتاو، با سرعت خیلی پایین شروع کنید. نوت چنگ دو اکتاو، تریوله یعنی سه نوت در یک ضربه سه اکتاو. بعد بگم یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه. و دولاچنگ چهار اکتاو بعد تا اینجا بیام. اگر دولاچنگ خیلی براتون سخت بود، دولاچنگ رو در دو اکتاو هم میتونید اجرا کنید. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. آکوردها پایگی، معکوس اول و معکوس دوم. گام نوازی رو بایستی که شما با تکنیک های متفاوت اجرا بکنید. توی درس قبلی گفتم دست راست قوی، دست چپ ضعیف. یا برعکس، اینا رو چند بار تکرار میکنم به خاطر اینکه باید یاد بگیرید و انجام بدید. نگاتو استکاتو یا برعکس. توی درسای گام‌های بعدی باز هم بیشتر توضیح میدم شیوه‌های نواختن مختلف رو. امیدوارم که از دروس این جلسه لذت برده باشید. موفق باشید.